Today's cinema scene will be presented in Dari with subtitles in Arabic. Others are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. سلام بینندگان مهربان، به برنامه چشم‌انداز سینما خوش آمدید. امروز می‌خواهیم نظر بیاندازیم به سه فیلمی که در افغانستان فیلم برداری شدند و در آنها داستان زندگی کسانی استثنایی به تصویر کشیده شده است. اولین فیلم سینمایی ما به نام در جستجوی آن دگر میباشد. کارگردان فیلم پیتر بروک و داستان آن بر اساس زندگی نامه مرد عارف و استاد معنویت جورج ایوانیویچ گورجیف از ارمنستان ترتیب یافته است. این فیلم شرح تجربیات یک سالک حقیقت است که به دنبال یافتن هدف زندگیش برآمده است. در جستجوی آندگر با روزگار جوانی گورجیف شروع می شود که در آن هنگام آرامش ذاتی و متفکرانه داشته است. نقش دوران جوانی گورجیف را میکیچا دیمیتروویچ بازی می کند. برای مثال او در یک گردهمایی شرکت می کند که هر 20 سال یک بار بین دو منطقه دره صورت می گیرد. مجری این گردهمایی توضیح می دهد که سنگ های دره مذکور فقط با یک صدای خاصی به لرزه در می آیند و هر کس که آن صوت را تولید کند پاداش خواهد گرفت. بالاخره یک نفر با ساز موسیقی بادی خود موفق به انجام این کار شد. گورجیف شگفت زده در این فکر است که چه کسی به اون مرد یاد داده چنین نوای قدرتمند را بنوازد. پدرش به او میگوید آن استعداد از خدا آمده و از پدر به پسر منتقل گردیده است. یک بار گورجیف و پسر دیگر در موقعیت قرار گرفتند که جانشان در خطر افتاده بود. وقت نجات پیدا کردن از خود پرسیدند زمانی که کسی از این دنیا میرود چگونه خواهد بود. او بعدها در مدرسه پسری را میبیند که برای خارج شدن از دایره‌ای که به دور او کشیده شده است مشکل دارد. هر زمان هر جایی از بدن او به خط اون دایره میخورد، پسر ناخودآگاه عقب میرفت. گورجیف به سرعت یک قسمت از دایره را پاک میکند تا پسر را آزاد کند. گورجیف بعداً از چندین معلم پرسید چرا اون پسر نمیتوانسته است از دایره خارج شود، ولی جواب قانع کننده ای دریافت نکرد. بینندگان فیلم در می‌یابند که گورجیف یک فرد بسیار مهربان و کنجکاو است. سالها می‌گذرند و گورجیف بزرگسال که نقش آن توسط دراگان ماکسیمویچ بازی شده هنوز به دنبال مفهوم زندگی است. او و یک گروه از دوستانی که به دنبال جواب همان سوال هستند با هم همکاری می‌کنند تا جواب بیابند. یک روز گروه گورجیف یک متن قدیمی را در یک کوزه در زیر خاک می‌یابند که در آن نوشته شده ما بالاخره توانستیم به حقیقت در مورد انجمن برادری سارمون آگاه شویم. این یکی از قدیمی ترین مدارس اسرارآمیز بابل می باشد. گورجیف و یکی از دوستان با اطمینان از اینکه راه حل تمام سوالاتشان را یافتند بلافاصله به جستجوی آن می روند. We have at last succeeded in learning the truth about the Sarmung Brotherhood. Sarmung? I've seen that name in one of the books. در سفرشان گورجیف با دوستان، استادان و سالکان روبرو می شود که در این مسیر به او کمک می کنند. او هرچه بیشتر به هدف نزدیکتر می شود در می یابد که جوابهایی که او در تمام این مدت به دنبالشان بوده ممکن است در تجربیات، افراد و مکانها وجود نداشته باشد. پس آنها کجا یافت می شوند؟ در جستجوی آن دگر که برای اولین بار در سال 1979 در فرانسه اکران شد کاندید جایزه خرس طلایی برلین گردید. کوهستان‌های شکوهمند و صحراهای افغانستان زیبایی را نمایش می‌دهند که عجایب و اسرار در جستجوی گورجیف را منعکس می‌سازند. در جستجوی آن دگر
به صورت اندیشمندانه بیداری معنوی یک شخص را روی پرده سینما به تصویر کشیده است. بیایید لحظاتی از خوراکی‌های ویگان لذت ببریم. به زودی با ادامه برنامه چشم‌انداز سینما در سوپریم مستر تلویزیون برمیگردیم. با سلام مجدد به برنامه چشم‌انداز سینما در سوپریم مستر تلویزیون خوش آمدید. فیلم بعدی ما ستاره افغان است. ستاره افغان با کارگردانی خانم هاوانا مارکینگ فیلم مستند است که نام آن از یک برنامه تلویزیونی که برای تمام مردم کشور موسیقی شادی و هارمونی به همراه می آورد برگرفته شده است. ستاره افغان یک مسابقه آوازخوانی پاپ در تلویزیون طلوع است تا بدین گونه نسل جدید ستارگان موسیقی کشف شوند. این برنامه در افغانستان بسیار محبوب است و استقبال مردم سراسر کشور از آن گواه بر این امر می باشد. میلیون ها نفر از تمام رده های سنی، جنسیت و اقوام مختلف آن را تماشا کرده و رأی خود را از طریق تلفن های همراه به محبوب ترین خواننده ستاره افغان ارسال می کنند. این مستند شرح حال هیجان انگیز 4 شرکت کننده در مسابقه ستاره افغان است که از زمان آزمون خوانندگی آنها در منطقه ایشان تا بخش فینال مسابقه در 3 ماه بعد با هم رقابت می کنند. رفی یک پسر 19 ساله از مزار شریف است. آنچه او برای مردم افغانستان می خواهد این است که روحشان دوباره تازه و سرزنده شود و او در این راستا با صدایش به مردم خدمت می کند. لیما یک دختر 25 ساله از قندهار است که باید پنهانی با معلم آوازش تمرین کند. او که از خانواده محرومی می آید احساس می کند به جایزه 1000 دلاری ستاره افغان احتیاج دارد. حمید سخیزاده مرد جوان است با تجربیات در زمینه موسیقی کلاسیک و از قوم هزاره. ستاره 21 ساله از هرات هم شرکت در این برنامه را دارد. با اینکه این 4 نفر از خانواده ها و اقوام مختلف می آیند ولی همه آنها بر روی صحنه محبوب می شوند. آنها نماینگر رویاهای بسیاری از افغان ها برای داشتن آینده روشن‌تر می باشند. آنان در حالی که استعداد و اشتیاق به خوانندگیشان را ابراز می کنند، قلب مردم سراسر کشور را به دست می آورند و تبدیل به قهرمانان می شوند. این مستند تأثیر عمیق موسیقی بر مردم افغانستان را آشکار می سازد. همه با هم برای طرفداری از خوانندگان مورد علاقهشان متحد می شوند. وقت و سرمایه زیاد را برای پشتوانی از شرکت کنندگان ستاره افغان صرف می کنند. فیلم ستاره افغان از طریق صحنه های طنزآور و هیجان انگیز بینشی در مورد شجاعت و روحیه مردم افغانستان ارائه می کند. بینندگان به تدریج می بینند چگونه موسیقی روحیه ملت را ارتقا می بخشد و صلح و صفا به بار می آورد. ستاره افغان در سال 2009 اکران شد و یک فیلم الهام بخش با داستانی از امید برای آینده بوده و جایزه های آدینس ایوارد و دایریکتینگ ایوارد را دریافت کرد و کاندیدی گراند جوری پرایز در جشنواره فیلم ساندنس 2009 شد. فیلم پایانی ما آموزشگاه زیبایی کابل می باشد که مستند خلاقانه با کارگردانی خانم لیز میرمن می باشد. این فیلم یک گروه از آرایشگران آمریکایی را معرفی می کند که به افغانستان آمده تا اولین آموزشگاه زیبایی قرن 21 کشور به نام آموزشگاه زیبایی کابل را تأسیس کند. این پروژه توسط 3 شرکت بزرگ در زمینه مد و زیبایی مانند ووگ، کالرال و مک بنیاد نهاده شد. از 6 داوطلب 3 نفرشان آمریکاییان افغانی الاصل هستند که برای اولین بار بعد از 20 سال به افغانستان برمیگردند. آموزشگاه زیبایی کابل شرح حال 20 زن افغانی و معلمین آنها است که در یک دوره 3 ماهه آخرین تکنیک های مد در آرایشگری مو را فرا می گیرند. در این کلاس دوستی های صمیمانه و پیمان خواهری میان افرادی با پیشزمینه های فرهنگی بسیار مختلف رشد می کنند. از آنجایی که آرایشگری حرفه است که تقریبا زود یاد گرفته می شود، آموزشگاه زیبایی کابل آن را به عنوان منبع درآمد خوبی برای زنان افغانستان می بیند. در طول دوره آموزشی، معلمان و شاگردان با هم تجربیات و اعتقاداتشان را در میان می گذارند. به سرعت معلوم می گردد که تمام معلمین صادقانه آرزو دارند تا زندگی افراد دیگر را بهتر سازند. شاگردان نیز بسیار کوشا می باشند
و علاوه بر آمدن به کلاس برای خانواده هایشان غذا میپزند و از آنان مراقبت میکنند و اغلب تا دیر وقت به کار مشغولند. این فیلم خیلی از جوانب پیشرفت در آموزشگاه را نشان میدهد. از مشکلات به ظاهر عجیبی که معلمین آموزشگاه زیبایی با آنها روبرو هستند، مانند گم شدن مانکن‌های آموزشگاه تا شرح حال تأثیرگذار زنان افغانی، این فیلم موجب می شود بینندگان با ستارگان آموزشگاه زیبایی کابل لبخند بزنند و اشک بریزند. آموزشگاه زیبایی کابل بعد از اکرانش در سال 2004 نقدهای خوبی را از روزنامه‌ها و مجلات مهم آمریکایی دریافت کرد. شوخ طبعی و تواضع زنان همچنین ارتباط مهربانانه آنها هم مؤثر و هم نیروبخش می باشد. بینندگان از طریق آموزشگاه زیبایی کابل از شجاعت و شادابی فوق العاده زیاد زنان افغانستان مطلع می شوند. در جستجوی آن دیگر، ستاره افغان و آموزشگاه زیبایی کابل فیلم های دلگرم کننده هستند که به ما مناظر زیبایی افغانستان و استواری و نیروی درونی مردم این کشور را نشان می دهند و به ما کمک می کنند تا به قدرت درونی خیشتن خیش در ایجاد دنیای درخشان آگاه شویم. از همراهی شما با ما در برنامه چشم‌انداز سینما صمیمانه سپاسگزاریم. برنامه بعدی در سوپر مستر تلویزیون گیاهخواری شیوه اصیلی زندگی می باشد که بعد از اخبار قابل توجه اون را مشاهده خواهیم کرد. باشد که همه مردم از نور و عشق ملکوتی بهره‌مند شوند. It was a pleasure having you join us for this episode of Cinema Scene. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after not 14 years. May all be blessed with heaven's light and love. For more details, please see www.suprememastertv.com/CS.